شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. دکتر، من میخواستم در مورد اضطراب و نگرانی زیادی که دارم صحبت کنم. حالا نمیدونم چند سال شما چند سالتونه؟ من 33 سالمه. و فرزند چندم هستی؟ فرزند دوم از 4 تا دختر. از کجا تلفن میکنی؟ از اروپا تماس میگیرم. الان 7 ساله که اروپا هم. با کی آمدید اروپا؟ با همسرم. یعنی من اول اومدم، بعد همسرم اومد. تحصیلی اومدم، بعد حدود 6 ماه بعدش همسرم اومد. ایشون چند سالشونه؟ بعد ایشون 37 سالشه. 3 سال از هم بزرگ. شما چی خوندید و چی میکنید؟ من شیمی خوندم دکتر. الانم اینجا دکترامو گرفتم، کار میکنم به عنوان ریسرچر توی کمپانی کار میکنم. همسرتون چی خوندن چی میکنن؟ همسرم هم مکانیک خوند ایران، کار میکرد. بعد وقتی که من اومدم اونم بعدش اومد و کار پیدا کرد و الان تو این مدت همونجا که کار شروع کرد، یعنی الان 5-6 ساله اونجا داره کار میکنه. بسیار خوب. به من بگید فرزندی دارید یا نه؟ بله، من یه پسر 4 ساله دارم. پسر 4 ساله. خب قصه استراب و ایناتون از کی بوده؟ از وقتی یادتون میاد مثلا به چه سنی مرتبطه؟ و اون موقع معمولا البته به صورت ترس در میاد، ترس و استراب شما از چه چیزایی بوده؟ چه چیزایی الان هست؟ از اون ویژگی شخصیتی بگم که چرا فکر میکنم استراب دارم. یکیش اینه که خیلی اعتماد به نفسم یه جاهایی خیلی کمه، در صورتی که قبلا اینجوری نبوده. یعنی که من همیشه فکر میکردم آدم پر اعتماد به نفسی هستم، ولی الان هرچی که میرم جلوتر احساس میکنم. نه آخه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببین اولا نمیدونم حالا واقعا شما تعاریف رو درست میدونید، دلیلی هم نداره بدونید. اعتماد به نفس یعنی سلف کانفیدنس، معناش اینه که من توانایی انجام کارا رو دارم و یا میتونم به هدفام برسم، مانند متوسط مردم. یعنی اونا اگر میتونن آلمانی یاد بگیرن منم میتونم، اونا هم میتونن مهندس بشن یا لیسانس بگیرن منم میتونم. بنابراین بعد شما که تا مرحله دکترای شیمی اونم در اروپا در اومدید که نمیشه دیگه من اعتماد به نفس کمی دارم یا اعتماد به نفس منفی دارم. نه سب کنید، ولی اینکه شما بیاید توی کشور دیگه ای، خب معلومه اون تسلط و توان رو به زبان و فرهنگ و اینا ندارید. خب طبیعی است که فکر کنید از عهده کارا بر نمیاد. خیلی معمولی من بهم بگن برو توی فرهنگ توی جامعه دیگه، خب معلومه مثلا شما برام اعتماد به نفس رو همه همیشه دارن. یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم نمیتونم، یا وجود که میدونم نمیتونم. موضوع اعتماد به نفستون منتفی است. حالی که خودتون دارید چیه عزیز؟ بذارید ببینیم تعریفش چیه. من تو مورد دیگه که من اذیت میکنه اینه که قدرت تصمیم گیری خیلی کم شده. قبلا اینجوری نبود. قبلا من خیلی یه دفعه تصمیم میگرفتم هر کاری بکنم، اصلا برام مثلا اونقدر فکر نمیکردم که حالا بعد چی میشه. ولی الان یعنی وقتی بخوام حتی برای یه مسافرت کوچیک تصمیم برنامه‌ریزی کنم، اینقدر باید برنامه‌ریزی کنم و فکر کنم بهش که فکر میکنم دیگه دارم پیاده‌روی میکنم. آخه یعنی چی عزیزم؟ نه صبر کنید. ببینید تصمیم گیری یعنی یک ارزیابی، یعنی چه خبره، یعنی یه ایوالویشن، بعد یه تصمیم، بعد یعنی یه قضاوته که چیه. مثلا برم سفر، خب ممکنه من بگید که تصمیم بر این که برم سفر یا نه معلومه، برخی از اوقات آشکاره که باید برم به این دلایل، 7 دلیل. یه مثلا یه مسئله هزینه شو کارم میکنم، میتونم مرخصی بگیرم، یه کمی هم پول از دست بدم، ولی میرسه. این که در تصمیم نصب کنید، آخه این برخی از اوقات برمیگرده به این که اصلا شما اوضاع را به درستی ارزیابی میکنید، پیامدها رو متوجه یا نه. ولی من نمیدونم قبلا تصمیم میگرفتم اینجا، ای بسا قبلا کل شکلی و لجبازی میکرد، اصلا درسته شرانی که میکنید. من بیشتر نگران نبودم، بیشتر هر کاری که
فکر میکردم و انجام میدادم، ولی الان انگار خیلی محتاط شدم. خیلی نه آخه ببینید عزیز، صبر کنید. آخه اینجوری که شما بیان میکنید که برای خودتون، شما من بگید که مثلا در یه، چون خودتون اشاره کردید، اگه میخواید مثال دیگری بزنید، برای سفر مثلا شما نگرانید که چه اشتباهی صورت بگیره، کی کشته بشه؟ نه اینکه کجا بریم، کجا بهتره. وای خب اصلا همجا بیستید، شما برید یه جایی که منظرش از A، یه جایی برید منظرش از B، یه جایی دیگه برید C. حالا اگر به جای A رفتید B رفتید C، فاجعه شده. آخه شما یه جان؟ منم میدونم که نباید اینجوری فکر کنم، ولی وقتی که میرسه به اون تصمیم گیریه، یعنی خیلی حالا بریم ایران، نه نریم ایران، بریم یه کشور دیگه، حالا بریم اونجا، نه اونجا مثلا. خیلی خوب، جنبای مثبت رو نصب کنید، یه دنیاییست که ما سر این مسئله جمع میزنیم، نتیجه میگیریم. همینی که من ماشینم میتونم به شما بفروشم، برای که من فکر میکنم اون پولی که شما من میدید بیش از ارزش ماشین منه، پس حاضرم ماشینم بفروشم. شما درست برعکس من فکر کنیم، میگید پولی که دارم میدم کمتره از ارزش اون اتومبیل، پس بخرمش، ولی که من معامله نمیکردم. خب شما به من میگید بریم ایران یا نریم، یا بریم یه جای دیگه. خیلی خب، این 5 تا جنبه مثبت، این 5 تا جنبه منفی رفتن ایران، این 5 تا جنبه مثبت، 5 تا جنبه منفی رفتن یک کشور دیگه. خیلی از اوقات مسئله 10 به 90، 20 به 80 روشنه، بعضی اوقات 45 55. خب هنوز آدم میتونه صبر کنه، مشورت کنه، ولی قرار نیست مضطرب بشه. اونا برای تصمیم بین خوب و بهتر نصب کنید. من رفتم تو رستوران مضطرب بشم که چلو خورش سفارشم یا چلو کباب؟ بله دکتر، یعنی نظر من هم اینه که چرا من باید سر این چیزای بی خود، یعنی بی خود که نه کوچیک، که حالا به قول شما خیلی فرق نمی کنه در نهایت، یا A بشه یا B بشه، اینقدر استرس بگیرم؟ هیچی برفت به خودتون بگید ساکت باش، مثلا مسخره بازی برد و دنبال چه بهانه ایم گری؟ شما یه چیز دیگه تونه میتونم الان بهتون میگم. این که هم خیلی بدبینم، خیلی قسمت های بد غذایا رو میبینم. بعد دکتر یه کاری هم که میخوام انجام بدم، باید تو ذهنم به طور کامل برنامه‌ریزی کنم از A تا Zش که چطور پیش میره، که بعد استرسم نسبت به اون کاره بخوابه و بتونم شروع کنم و پیش تو از اصلا استرس شما از اینکه قد فکر بکنید باید همه کار رو درست بکنید پیدا میشه. درست، اینم همینه دیگه. اینم خب دی عزیزم، آخه شما ببینید یه چیزای، شما این کاری که میکنید کاری است که تو مهمونی میکنید، همه رو سر کار میذارید، منو که نمیخواید سر کار بذارید. یعنی چی؟ من برگردم بگم که من یه تصمیم میخوام بگیرم برم ایران یه جای دیگه، استرس بهم میرونه، میتونم بگم بعدش متوجه میشم اونجا بهتر. این ای بس $100 یا 100 یورویی که خرج کردم، اگه صرف این کار کردم بهتر از اون بود. به من گفتن بیاد برید مثلا یه کنسرتی، رفتیم 100 یورو دادیم. ولی اگر من این 100 یورو رو میدادم مثلا وسایل چایخوریمون رو عوض میکردم که برام میمون، خیلی بهتر. معلومه من صبح تا غروب دارم اشتباه میکنم، صبح تا غروب بعد از انجام کار به این نتیجه میرسم که این کاش کاری که کردم. نگرانیم از اینه که اون تصمیم بهتر رو نکنه، اون تصمیم بهتر رو نگیرم. یعنی تو هر چیزا، یعنی حالا خانم عزیز یه ذره بیاد، من نمیدونم کی به شما مدرک میده. من برگردم بگم، من اگر به جای چلو خورش چلو کباب بگم، این 110 واحد لذت داره، اون 120 تا تفاوتش 10 تاست. اما ناراحتی و نگرانی که من برای خودم به وجود میارم که این انتخاب کنم یا اون که 100، از کی تا حالا شما میدید 100 یورو میدید 10 یورو بگیرید، 200 یورو میدید 7 یورو بگیرید؟ شما خودتون نگران چیزی میکنید که تفاوت مهم نیست؟ آخه یه ذره قرار معقول منطقی به موضوع نگاه کنید. شما مشکلتون یه بهانه گیری یه چیز دیگه است که مثلا ولی چی پول باید بدم، مثلا چرا باید برم اینجا، من چرا فکر میکنم نیاز دارم برم اونجا. شما یه جدال درونی دارید که نشون دهنده اینه که ارتباطات ذهنی و مغزی شما یه جوری به هم ریخته. برای چه دلیل داره؟ مثلا به همون مثال که خودتون زدید، گفتم این مثال دیگری دارید بزنید، برای که بقیه هم همینه که من برم ایران یا برم یه جوری دیگه. بعد اگه رفتم ایران به خاطر اشکالاتی که پیدا میشه، اختلافاتی که پیدا میشه، اونجا دعوایی که با خانواده‌ام یا خانواده همسرم میکنم، اونجا به خاطر مریضی که میگیرم،
اونجا شرایطی که دوست ندارم اتفاقاتی میفته میگم عجب غلطی کرد. خب گفتی کرد کرد تازه آخرش اینه. شما چرا فکر کنید همیشه یه دادگاهی تشکیل میشه و بعداً به این که شما چرا این تصمیم گرفتید اعتراض میشه و بعد به خاطر اون مجازات میشه. من خیلی کارا کردم که بعدم فکرم عجب اشتباهی کردم. نمونهش حتی چیزیست که همکنون دوربر من درباره یه اتومبیل، یعنی یک تصمیم به خاطر یه توصیه کرده مسئولش با منه، فرض کنید یه ضرر 100,000 دلاری خوردید، اشتباه بوده بله، ولی قرار نیست که همینجوری شما با اون ور برید و بعدم درباره تصمیمات دیگه این کارو بکنید. ولی شما اگر آدم خشمگین طلبکار ناراضی باشید، حتی از اینکه باید انتخاب کنید ناراحت میشید. هر دو وقتی برید جان یه مشکل دارم و مشکل دارم حدود چندین تا روان شناس و روان پزشک حتی دیدم. خب هیچ کدوم به من هیچ تجربه، یعنی همیشه من فکر میکنم که من یه مشکلی دارم، یعنی نمیدونم افسردگیه، نمیدونم چیه، نمیدونم. نه اونا مسئله رو حل نمیکنه. نه عزیزم ببینید، باز شما دارید یه جوری به موضوع نگاه میکنید که درست نیست. یعنی شما اولا میشه فهمید چتونه، بعد مثلا ای بس شما از آغاز زندگی از آغاز زندگی فهم توسی من مخالفم و دشمنم، اصلا یه ویژگی روانی اپوزیشنال دیفاینت داشتی، هنوزم داری، یا شما فرض کن از آغاز دلتون می‌خواستی یه جور یه کسی اصلا مرد باشی یا یه کسی دیگه باشی، 20 سال جوان‌تر باشید، 20 سال سنتون بالاتر، یعنی یه نارضایتی تو عمومی اینجا اونجا خودشو نشون میده. من الان چرا باید انتخاب کنم بین این ماشین 20,000 یورو یا 22؟ چرا من نباید ماشین 300,000 یورویی داشته باشم؟ یه نارضایتی از یه جای دیگه میاد، بنابراین خب همه چیزو خراب میکنه. ببینید مسئله در اینی که ما با یه واقعیاتی روبرو هستیم و در شرایطی بر اساس اون واقعیات تصمیم میگیریم. و الان من هر وقت که میرم مغازه چیزی بخرم میتونم بعدم بهش فکر کنم بکنم اشتباس، حتی بعضی از وقتی 100% اشتباس. من گرسنه میرم توی رستوران، وقتی میگن آخر کار پولو بده از اون ناراحتم، به خاطر که من گرسنه نیستم، سیر شدم. اولش خوشحال بودم رستوران پیدا شده، ولی حالا ناراحتم، برای من اگر یه رستوران پولش اول بگیره حداقل من از این حال در میام. یعنی اینا مسائل عادی انسانیه، ولی بعد شما اینو تبدیل کردی به چیز دیگه. ولی علتش این است که از یه کلیتی ناراحت و ناراضی هستید، مشکل یه جای دیگه است نه اون. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر جور شما دلتون میخواد پیش بریم. نه صبر کنید، با نیت و این هدف که میخواییم مسئله رو هر گونه که هست بیان کنید به این چه برسیم. چون اینکه شما برمیگردید میگید پرو نمیدونم روانشناس و روانپزشک و اینا رفتم به جایی نرسیدم، چطور به این نرسیدید؟ مسئله خیلی روشنه. من در به در رفتم پروی همه اینا، چرا من میلیونر نیستم؟ به نتیجه هم نرسیدم. خب من اون میلیونر نیستم، ولی که اصلا ظرفیت اون رو ندارم. این مسئله پذیرفتن اینه. خواستم ممکنه، یعنی اون روان پزشکا و روان شناسایی که باشون صحبت میکردم بگم که نتیجهشون چی بود. یکیشون که اینجا اروپا، یعنی تو اروپا من باش صحبت کردم، به من گفتش که تو فقط خیلی خسته ای. بعد اما قبلتر که من، نه مقصودتون از خسته یعنی چی؟ اون دو خیلی درگیر تحصیلت بودی، درگیر بچت بودی، نمیدونم مهاجرت و اینجور چیزا، این به خاطر خستگیه که تو وجود تو هست. ولی خب حتماً هیچ تستی نگرفت، یعنی هیچ چیز ساینتیفیکی. آه خستگیه که بیماری نیست، خستگیه آدم کار میکنه خسته. خب شما چه کار عجیب و غریبی نکردید، آمدید اروپا درس خوندید، خب مشغول بودی. خب بعد اون که ایران بود یه خانم روانشناس بود، از من یه تست گرفت، در نهایت به من گفتش که تست افسردگی نشون نمیده، ولی تست تو نشون میده که یه احساس ناامنی خیلی زیاد داری. ولی خب دیگه نمیدونم ناامنی از کجا میومد. نه اون که درست میگه. نه صبر کنید عزیز، شما میدید در یک کشوری مانند ایران بزرگ شدید، اگر اشتباه میکنه منو تصدیق کن، 4 تا دختر بودید. میدونید یعنی چی؟ یعنی شما روزی نبوده که یه پیامی مستقیم و غیر مستقیم از دوربرتون و بقیه نگیرید که خدا به داد پدر مادرت برسه. میدونید یعنی میخوام به شما میگم، نه اینکه به خاطر زن بودن دختر بودن تونو، اصلا خب غیرعادیه. خیلی جان خیلی
اتفاقا به خاطر دختر بودنم خیلی پیامو گرفتم، چون که خب ما یعنی تو خانواده منتظر پسر بودن دیگه که 4 تا به دنیا آوردن، دقیقا منتظر بودن که یکیشون پسر بشه بعدی پسر بشه، یعنی بوده اینم در واقع. خب معلومه این مسئله جدیست، اونم بعدم نگاه کنیم به مشخصه بچه دوم، یه ذره زمینه افسردگی تو بچه های دوم از بقیه بچه ها بیشتر. یعنی ببینید شما توی شرایط در یه جامعه ای که متاسفانه یه نگاه اصلا بیمارگونه نسبت به مسئله زن و مرد و پسر و دختر داره. برای من خود شما برمیگردید میگید که انتظارشون یه پسر با پسر چه فرقی میکنه؟ یعنی چه چیزی رو عوض میکنه؟ مگر اینکه ما یه وقتی که رو پسرم رو پسرم باردار بودم انقدر استرس داشتم که مثلا دختر بشه یا پسر بشه، به خاطر اینکه نه اینکه برای خودم مهم بوده، به خاطر اینکه میدونستم شاید برای خانواده مهم باشه، هرچند اونا بعد میگفتن نه اصلا، یعنی بعد که من گفتم من اینقدر استرس داشتم بابت این موضوع، اونا گفتن نه خب برای ما اصلا فرقی نمیکرد. دروغ میگفتن، اونا هم دروغ میگفتن. ببینید عزیز نه اصلا سب کنید، روزی که یه چیزی فرق میکنه قبول، ولی وقتی من اختیاری درش ندارم که دیگه مسئول نیستم. خب میشه هرچی شد، حالا بگذاریم از اینکه یه تکنیکایی وجود داره که اگر ازش به درستی استفاده کنیم احتمال داشتن پسر و دختر رو بیشتر کنیم، رو میشناسیم، احتمال رو میگم بیشتر کنیم، نه اینکه حتی یا قطعی میشه. البته یه نوعی هم هست که دقیقا برید شما سپرم رو تفکیک کنید، پسر رو یا دختر بفرستید جلو با تخمک ترکیب بشه، بنابراین بچه حتما پسر یا دختر. امروز ما این دخالت ها رو میدونیم از نظر علمی توانشو داریم، ولی اصلا بحث من این نیست. بحث من این است که در یه خانواده ایرانی از نظر من در حدی که میشناسم از 100 تا خانواده 98 تاش اگه 4 تا دختر پشت سر هم بیاره احساس خوبی از داشتن 4 تا دختر نداره. نه این 4 تا دختر، 4 تا دختر در مفهوم عامش، و همونطور که شما گفتید درجهش این بوده که مثلا یکی دوتاش پسر باشه. بعد همین به صورتی به شما منتقل شده که با وجودی که اومدید اروپا و اصلا دیدید مسئله زن و مرد یه معنای دیگه داره، باز رها نکردید. نگرانتون این بوده که فرزندی که میارید فرض کنید امیدوار باشید پسر باشه و الا به گفته خودتون استراب و استرس داشتید. تعجب نکنید از نظر من چرا دومی رو نیاوردید، برای که ترسید من بودا این یکی دیگه دختر باشه. نه اتفاقا فکر میکنم الان یعنی الان دیگه آروم شدم، یعنی انگار که اون وظیفه‌ام انجام شد، یعنی اتفاقا با جنسیت بعدی فکر نمیکنم استرس داشته باشم. خب پس چرا بچه دوم نیاوردی؟ خب باز خیلی درگیر درس و کار و اینجور چیزا بودیم. عزیزم نمیخوام حرفی بد بزنم، برای جزئیات کی نیست؟ بقیه مردم دارن دستشون گردن تو جیبشون سود میزنن میرن بچه دار میشن درس بخونن دکتر میشن، اونو بذار دلش کنیم. حالا شما به من بفرمایید چه چیز دیگری در شما مختلف و متفاوته از بقیه ای که میشناسید؟ دکتر یه چیزی که خیلی مهمه و واقعا میخواستم بهم دونم حرف بزنم، من با این که الان 33 میشه 34 سالم فوق العاده آدم ترسوی هستم. ترسو از این نظر که میترسم تو خونه تنها بمونم، تنها بخوابم، روز اوکی هم شب، و ترسم از جن. دکتر از چی؟ من از جن میترسم، یعنی من اگه من یه جن وجود داره دکتر. من بچه که بودم خاله ها خیلی در این مورد صحبت میکردن. خب اونا دیوونه بودن. ولی به من بفرمایید شما در بچگی اگر از یه چیزی میترسید در بزرگسالی هم میترسید؟ باید بترسید. دکتر اینو بهتون بگم، من چون خونه مادر بزرگم خیلی میموندم، خیلی با خاله هم در ارتباط بودم، اینا یه مدت میگفتن که ما یه صدایی میشنویم، از این برمیگره موقعی که مثلا من 8-9 سالم بود، ما یه صدایی میشنویم که مثلا میگه که فلانی بیا بریم. بعد مثلا این یکی از خاله هم میگفت، بقیه بهش میگفتن که وای اصلا تو مثلا داری فکر میکنی، خیالاتی شدی از این روی حرفا. بعد از چند روز اون یکی دومی هم اینو میشنید این صدا رو، چون که اون یکی اولی رو مسخره میکرد و میگفت تو داری اشتباه میکنی اینا. بعد از چند وقت اونم گفت وای من دارم این صدا رو میشنوم.
نمیدونم دکتر، یعنی من بعضی موقع میگم یعنی اینا دیوونه بودن اون موقع که این شدارو میشینن. نه دو تا چیز بوده، نه مسئله نیست. اولا همیشه آدم میتونه یه چیزی رو تعبیر کنه، بعد یکی گفت معمولی که تلقی نیست برای بقیه، اونم هست. بعدم حالا اصلا شد عزیزم، ما بر در دنیایی هستیم که شما که دکترا دارید، آیا در دنیا هیچ وقت چیزی پیدا کردن همچین چیزی؟ هیچ کس دیگه راجع بهش حرف زن جز دو تا خاله دیوونه شما؟ آقا یعنی چی عزیز؟ یه مقدار آدم های بی سواد بی شعوری که یه جهانی رو برای خودشون میسازن که نیست. بعدم آخه کدام علامت و نشانه بوده؟ شما 1 میلیارد موضوع دور براتون داره اتفاق میفته بر اساس قاعده و قانون شناخته شده، از رانندگیتون، از خریدتون، از آشپزیتون، از گفتگو با بچه‌تون، همه چیز قاعده و قانون دور. یک دفعه در اینجا جن پیدا شد، بعدم صدای جن میشنوی. خب بخواب بشنوی، حالا کی آسیب دیده از جن؟ نه آسیب ندیدن، ولی میگم شاید چون من موقع بچه بودم این آدم هایی که مثلا برای من مورد اعتماد بودن این حرف رو میزدن، انگار که رفتتون خب کاملا حرفتون درسته، ولی وقتی بزرگ شدید چی؟ قرار با اونها بمونید؟ یعنی من اگر در 2 سالگیم 4 سالگیم مثلا فکر کردم که پدرم اینجوری یا برادرم آنگونه هست مثل یه بچه، حالا قرار در سن 34 سالگی هم همجوری فکر کنم؟ پس مثلا این روش دون اینجوری نیستن، یعنی اونا خیلی راحت تو خونه شب بمونن تنها، مثلا نقل نمیترسن اگه مثلا ترسیم باشه شاید از دوست یا این دوستی، ولی من اصلا از دوست نمیترسم. من از یعنی خیلی مفخر از همون توی که گفتیم از جن میترسم که مثلا. آخه عزیز من اگر چیزی وجود نداره شما از چیش میترسید؟ حالا تلفنتون چرا اینجوری شد؟ نمیدونم حسیب اوکی. جن مگر وجود داشته؟ کسی جن رو دیده؟ هیچ اطلاعی از برای جن داری؟ شما در اروپا هیچ کس داره به شما گفته من 3 تا جن تو خونم دارم؟ بر واقع اصلا جن چیه؟ جن مای دشمن انسانه، مای قاتل انسانه، چه برای سر آدم ها میارن ای جن تو خونه باشه؟ میترسم مثلا اگه یه دفعه از سین اتاق جن بیاد بیرون اینجوری میترسم. خب شما علائم سایکاتیک و روان پریشه دیلوژن نشون میدید عزیز، شما معلومه ذهن به هم ریخته آسیب دیده ای دارید، برای که شما دارید استدلالی میکنید عجیب و غریب. مثل من برگردم بگم یه دفعه من سوار هواپیما بشم تو هوا متوجه این هواپیمانی شد داره داره میره تو هوا، خب این میشه اینجوری فکر کرد؟ همچی دنیایی نداریم. اگه تنها باشم یعنی ترس اونو دارم. خب بنابراین شما مریضید عزیز، شما یه ذهنیت، شما کاملا یه حالت ایلوژن و دیلوژن دارید، علائم بیماری اون بخواه الان میشه فهمید خاله های شما میگه با ایرادایی داشتن. ببینید یه زمانی هست که من به یه چیزی بهش باور دارم یه مثلا، اما یه زمانی است که این مطلب یه حس و احساس درونی من، حالا میشه بیماری. دو جور در طول روز اگه با من در این مورد کسی صحبت کنه، یعنی میگم مگه ممکنه همچین چیزی، ولی اگه شب باشه تنها باشم چرا خیلی میترسم بهش فکر میکنم. حالا من از شما میپرسم تفاوتی بین روز و شب هست؟ نمیدونم، وقتی که به مسئله ترس میرسه برای من هست. آخه به مسئله ترس میرسه نیست عزیز، شما فرضتون بر اینه که صندلی من صندلیه، شب که میشه راه میفته ممکنه خودشو بزنه منو بکش. دوزه بازم شاید چون خالم تو شب این صدا رو میشنید فقط. عزیز من کاری ندارم که خالتون، شما میخواد خالتون میشنید اصلا اون میشنید بحث اونید، بعد شما اینکه شما به اون مرتبط میکنید شما الان بیمارید، شما الان علائم ایلوژن و دیلوژن دارید من نشون میدید، یعنی نشون میده یه اختلال روانی دارید عزیز. شما یه جهانی رو برید میگید هست که نیست، یه جهانی رو با روز و شبش عوض میکنید، مثلا ساختمون یه طبقه شبا میشه 3 طبقه، اشکال کار اونجاست. حالا برمیگردم باز به سوالی، رها کنید اینو به من بگید در هیچ زمینه دیگه هست که حال شما در حدی که خودتون رو میشناسید غیر عادی باشه؟ مثلا بگید مثلا من توی
مثلا این حرفی که به شما میزنم و الان وقتی به بقیه یعنی منظورم دور و بریام میگم، میگن که تو دیگه از بس که هیچ مشکلی نداری داری این مشکلا رو این حرفا رو میزنی، این اصلا مشکل نیستن. نه من ندید. نه ببینید، من کاری به دور و بری و سخنرانی اونا ندارم، اونو برا من از شما دارم میپرسم. شما در هیچ زمینه دیگه صبر کنید، مثل خواب، مثل پول، مثل رابطه جنسی، مثل مرگ، مثل عالم بعد از مرگ، هیچ جای دیگه هست که می باورهای اعتقاداتی احساساتی داشته باشید که در حدی که خودتون میدونید متفاوت با بقیه است؟ ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، فکر کنید یه چند دقیقه من بگید هر چیز غیر عادی. شما ممکنه بگید من مثلا درباره کفش یا درباره بیماری یا درباره هر چی امریکا یه نظر و باوری دارم که به نظرم غیر عادی است در مقام مقایسه با دیگران. جانم دکتر گفتید فکر کنم ببینم این چه مشکلی با خوابم و اینجور چیزا دارم. با هر چیزی در زندگی. بله دکتر، خوابم خوبه ولی روزایی که من اون روز به من یه استرس شدید وارد بشه که استرسم واقعا بالا باشه یا نمیدونم فرداش یه سخنرانی مهم داشته باشم، اون شب خوب نمیخوابم. وگرنه تو حالت عادی خیلی خوبه، یعنی 8 ساعت 9 ساعت راحت میخوابم. ولی در رابطه با پولم آره بهم میگن که خیلی حساب شده خرج میکنم، اما نه برای خودم و پسرم و همسرم، شاید نسبت به بقیه اطرافیان. این دو تا چیز بود توشون. بعد یه چیز دیگه هم که باز بهم میگن اینه که تو مسائل من اون قسمت بعدش رو خیلی نگاه میکنم، بقیه میشون که قسمت پازیتیوش رو در نظر میگیرم، خیلی اون قسمت منفیش رو میرم جلو. یعنی خودم رو آماده میکنم خیلی برای اون که اگه منفی شد حالا چی میشه. خب البته اون که برمیگره به زمینه ای از اضطراب و استرس و افسردگی که شما دارید. حالا آیا شما درباره مسئله خوردن نخوردن غذا، نوع غذا حساسیتی دارید یا ندارید؟ نوع غذا که نه، ولی اضافه وزن دارم. از بعد از به دنیا آمدن پسرم اضافه وزن زیادی گرفتم، ولی خب از بچگی من همیشه یه ذره اضافه وزن و همش با هم بوده. خب الان چقدر مثلا به حساب خودتون اضافه وزن دارید؟ 15 کیلو الان. اوکی. سال دوم در جهت لباس، پوشش، اینا مسئله خاصی دارید یا مثل بقیه عمل میکنید؟ نه نیشه بقیه، یعنی معمولی. آیا رفتن دستشویتون طول میکشه یا کوتاه مدته میره تو میاد؟ نه نرماله. هزار حمام چی؟ آیا وقتی که توی حمام اینا هستید عادیه یا اینکه خیلی زود بیاید یا خیلی طولش میده؟ نه عادیه. شبا قبل از اینکه بخواید بخوابید یعنی میرید تو رخت خواب میخوابید یا اینکه یه مدتی طول میکشه و درگیره فکر و خیالید به اصطلاح؟ نه بستگی داره، اگه که مثلا خیلی خسته بوده باشم اون روز سریع میخوابم، وگرنه تو گوشی میه نیم ساعتی من میچرخم بعد میخوابم. اوکی. رابطتون با همسرتون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ خیلی خوب. یعنی من فکر میتونستم پاش زندگی کنم همین آدم بوده، حتی یک کسی دیگه بود نمیتونستم. اون وقت رابطه جنسی تون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ خوبه. اون وقت خودتون از متوسط میشه ولی کلی بخوام بگم خوبه. اوکی. خودتون درباره سلامت و نوع رشد فرزندتون راحت و راضی هستید؟ همه چیز اونجا خوبه؟ خیلی سخت بود برام چون که احساس میکنم من با این که مثلا خب دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودم داشتم انگار اصلا نمیدیدم بچه بزرگ شدن یا بچه کوچولو چجوریه. خیلی بی‌تجربه بودم تو این قضیه، با این که میگم بچه بعد از من بوده با فاصله زیاد، چون یکی خواهرم با من 11 سال فاصله داره، یعنی من میتونستم ببینم که یه بچه چطوری، ولی انگار که من صفر، یعنی انگار که من هیچ نده بودم. ولی خب من خیلی دخالت هم نمی کردم، یعنی بیشتر از اون میخواستن که درس بخونیم تو خانواده. شما از ایران مدرکی که از ایران داشتید چی بود؟ کارشناسی بود؟ کارشناسی ارشد داشتم. چه عزیز؟ ارشد داشتم از ایران که اومدم برای پی‌اچ‌دی اومدم اینجا. آخر رشته که بود همون رشته شیمی بود؟ بله بله.
شیمی خاص بود، عالی بود، معدنی بود، چی بود؟ شیمی خاص بود ولی اومدم اینجا یه ذره تغییر کرد، یعنی یکم از اون ماهیت شیمی اومد بیرون ولی خب تو همون مایه ها موند. از شغل و کارتون راضی هستی؟ الان خوبه، احساسم خوبه بهش. اوکی، شبا خواباتون یادتون میمونه؟ کابوس دارید ندارید؟ چه خبر است رویا و کابوس و خوابتون؟ کابوسی که برای من دغدغه بشه نیست، خواب میبینم یه وقتایی، حالا نه که هر شب یادم بمونه نه، ولی کابوس نه. اوکی، حالا اگر همسرتون روی خط بودن من میگفتم دو تا جنبه مثبت دو تا جنبه منفی همسرتون رو به من بگید، ایشون چی میگفتن؟ اون در مورد من بگه؟ آها، منفی بخواد بگه، میگه میخوای حرف حرف خودت باشه، اینو من گفته تا الان. یه منفی دیگه هم بخواد بگه، حرف حرف خودت باشه، چی میگه بیشتر؟ یعنی واقعا شما فکر بینید که نه، آیا خودتون رو درباره عقیدتون نظرتون اینقدر محکم و میبینید و قابل چیز، یا اینکه نه یه سر بازی و لجبازی و اینا دارین؟ یعنی دکتر من خیلی نظر، یعنی فکر میکنم نظر خودم درست داره همیشه، ولی این آدم اون، یعنی این حداقل نسبت به همسرم همیشه حرفاشو میشنوم بعد تصمیم میگیریم، ولی گاهی اون فکر میکنه که دیگه آخر حرف خودت شد، میگم خب حرف من بهتر بود دیگه که حرف من شد. یعنی این گفته تخصص همسرتون چیه؟ کار همسرتون چیه؟ مکانیک خونده، الان هم تو همون رشته داره کار میکنه. اگر درآمدشون 100 یورو هست، درآمد شما چقدره؟ توی مایه حالا برای من هم یه کوچولو، خیلی کوچولو، اصلا میشه بگی مساوی، یه کوچولو بیشتر و منه، ولی خب چیز شغل من بیشتره، یعنی اعتبارش، یعنی لولش. شما اون سه تا خواهر دیگه تون ایرانن یا خارجن؟ یکیشون اروپاش، دوتاشون ایرانن. یکیشون از من بزرگتره اون که داره و اون آخری هم میرانه، اونم برای اونه داره که بیاد، ولی خب هنوز این دانشگاه بکلر میکنه. حالا بریم سراغ دو تا جنبه منفی شما. همسرتون چی میگن اگر قرار باشه غیر از ماجرای حرف با حرف خودش باشه؟ یکی دو تا چیز دیگه چی میگن؟ اینکه در مورد بچه همونم میخواد خودت تصمیم بگیری، یعنی وقتایی پیش اومده که بگه. آیا شما فکر کنید بر اساس آنچه که اسمش پرورش و تعلیم تربیت عمل میکنید، یا نظر خودتون دارید در این زمینه، آگاهی های لازم رو دارید؟ اختلاف نظرتون با همسرتون از کجا میاد؟ اگر نه اونقدر اختلاف نظر نداریم، ولی مثلا میگم الان گفتید که چی بخواد بگه، تو اینا به هر حال پیش اومده، نه اینکه همش بگه، یعنی شنیدم این حرف رو ازش گفتم، ولی نه اینکه این اختلاف اون باشه که اختلاف خودارستان واقعا با هم خوبه همه چیش تا الان، یعنی همیشه با هم همه چیز رو منش کردیم، ولی میتونم بگم انگار که تصمیم گیری من موافقم باشه یه ذره بیشتر بوده، ولی خب من فکر میکنم در نهایت پشیمون نشدیم از اون تصمیمه. درباره داشتن فرزند دوم اختلاف نظری داشتید نداشتید؟ من یه وقتی فکر میکنم که باید دوم بیاریم، همسرم میگه نه، ولی خب اونم نمیگه نه قاطعانه، میگه حالا یکم بهش زمان بدید. اینجوری از ایشون فرزند چند دومن همسرتون؟ همسرم فرزند دومه از 6 تا، یعنی در واقع 2 تا برادرن، 4 تا خواهر. اوکی، بنابراین شما، من اگر بخوام خلاصه کنم، شما حرفتون این است که من یه ترس یا یه استرابی
از اینکه شبا تنها باشم دارم. دیگه چیز دیگه ای هست که موجب ترس؟ من فکر میکنم من یه مشکل شخصیتی دارم که میگم در... یعنی نگران این موضوع بودم همیشه، همیشه خواستم با مشاور، روانشناس، روانپزشک، حتی به من یه بار قرص پروپرانول داد اگه اسمشو درست بگم، که فقط استراحت منو بیار پایین، تپش قلب منو بیار پایین. یعنی فقط یعنی تلاشم کردم که پیدا کنم در واقع، چون احساس میکنم یه چیزی درست نیست. خواهی میدونم، ولی آخه شما چیز دیگه غیر از ماجرای جن و کسان خنده دارست و بیمعنی کاری ندارم به اون. یعنی یه چیزی که نیست رو شما ازش میترسید که اگه من تو خونه باشم شاید جن بیاد. تا حالا ندیدید که جن ای اومد چی کار میکنه؟ اولا هست یا نیست که نیست، دوم اومد من چی کار میکنه؟ هیچی. خب میاد میدونم بال کارش. حالا بذارید از باید از چه چیز دیگه ای شما فکر میکنید میترسید در پاد با خودتون، همسرتون، فرزندتون؟ مثلا چی دکتر منظورتون هست؟ من میخوام بگم یه زمانی هست من میگم من از سلامتی بچه‌ام نگرانم. نه. یا وقتی نه. همسرم دیر میاد نگرانم مبادا اتفاقی افتاد. چه چیز دیگه ای شما رو غیر از این موضوع مربوط به تنهایی و جن و اینا ناراحت میکنه؟ یعنی استراب و یا ترس شما از چه چیز دیگری است؟ تنها چیزی که شاید بگم مثلا اگه نمیدونم منظور شما این باشه، اینه که اگه زنگ بزنم ایران خانوادم مثلا به دو تاشون سه تاشون زنگ بزنم هیچ کدوم جواب ندن، اون موقع مثلا ممکنه یه فکری کنم که نکنه چیز اتفاق افتاده، اینا هم با هم جواب نمیدن، بعد که جواب میدن دیگه مثلا باید میشه به هم. فقط همین، چیز دیگری نیست؟ نگرانی که از کارتون از دست بدید نیستی؟ نگرانی که کارتون از دست بدید نیستی؟ نه نیستم. اوکی. قبلا نگران این دل نبود بودم، الان نیستم. نگران این که ممکنه برای فرزندتون اتفاقی بیفته نیستید؟ نه اصلا، صبح که میره مدرسه تا عصر اصلا من فکرم نمی کنم که چیکار داره میکنه اونجا. اوکی. خب به نظر میرسه که عزیز شما مثل یه آدمی که فرض کنید یه جای بدنش مثلا یه زخمی هست و ای پسا خوب نمیشه اونو دارید و این بر میگرده بین 8 تا 12 سالگی شما، مخصوصا در یه دورانی بوده که این حرفا شما رو به یه نتیجه گیری و تصمیم رسونده و به اصطلاح گفته میشه یه فیکس آیدیا، یه ایده ثابتی مثل یه ستون رو دارید، چیزای دیگه دورورش نیست چون بر اساس حرفایی که زدید، ولی اون به خودی خودش هست، مخصوصا وقتی که گفتگو به صورتی که استدلال کردید که یکی از خاله‌های من اینو میگفت بقیه قبول نداشتن، بعد از یه مدتی خاله دومم گفت منم یه صداهایی میشنوم، یعنی یه چیزایی از این قبیل، اینقدر بیپایه و بیمایه مبنای یه آدم معقول منطقی میشه که با دنیا و واقعیت جهان در جزئیات و کلیاتش آشناست ولی از این نتیجه گیری میکنه و این نیست جز این که در کودکی شما یه چنین زمینه ای رو داشتید که اون رو در درون خودتون به عنوان یه واقع در آوردید. درست که من شما در 8 سالگی مثلا یکی از انگشتامون قطع شد، خب معلومه الان به جای 5 انگشت 4 تا داره، یعنی یه چیزی از این قبیل اتفاق افتاده، موضوع خاصی نیست. گزارشم که از حالاتتون میدید و شرایطتون در حدی که شما برای من توصیف کردید مطلبی رو نشون نمیده جز یه چیزی که در اصطلاح میشه بهش گفت specific phobia یا single phobia، یعنی یه نوع هراس مشخص یا یه نوع هراس ساده که اونو معمولا و به راحتی میشه از طریق تکنیکی که به عنوان systematic desensitization میشناسیم از میان برد. اگه دلتون خواست CD یا USB من رو درباره ترس و استراب و وحشت رو بشنوید، رو ده 8 ساعته، البته 4 ساعت هم استرس رو، و در اونجا تا نشون میدم که این تکنیک چگونه کار میکنه. میتونید از یک کسی کمک بگیرید برای که شما به نظر میرسه یه حادثه ای رو در یه دورانی که ذهن شما درش عقل ظاهر شده ولی هنوز در یه مرحله پری اپریشنال استیجه و همچنان با هر نتیجه گیری و تصمیم برای همیشه با یه ایده ثابت میمونید بر مبنای اون عمل کردید. ضمناً در ایران با توجه به جو
به هر حال مذهبی و این باورها و اعتقادات به جن و انس و اینها معلوم است که خب یه تأییدی بوده و اگر این رو با خیلی ها در میان میگذاشتید، گرچه ممکن بوده حرفی برای گفتن نداشته باشن، خب به عنوان یه چیزی که حالا شاید باشه میپذیرفتید، دنبالش هم نمیگرفتید که خب حالا بر فرضی که هست، مثل هوایی که هست یا مثل اکسیژنی که در فضاست، خب برای من چه اهمیتی داره؟ وقتی من آزار نمیده، اذیت نمیکنه. ولی نخواستید اینو تجزیه و تحلیل کنید، ولی یه نقطه به اصطلاح کور یا یه نقطه حساسی تو وجود شما مربوط به این تنها بودن و از ولی اونو میتونید کمک بگیرید. البته نشون میده که یه نوع استراب فراگی رو دارید، یعنی generalized anxiety رو دارید، یعنی یه مایهی دارید از اینکه حوادث جهان رو اگر 5%، 10%، 30% کنید، نه زیاد ولی این هست. ضمناً اون روحیه بدبین و منفیتونم هست که اگر من برگردم بگم فلانی یه ماشین خیلی سپورت قشنگی خریده، شما براست ذهنتون میره به اینکه تون میره جریمه میشه یا ممکنه تصادف کنه یا بیمش گرونه، یا اگر گفتم طرف بچهی خوشبختانه اخیراً به این دنیا آورده، ذهن شما میره که خب اینکه بچه هم بالاخره مثل بقیه آدم ها میمیرن. یعنی یه ذهنیتی دارید که به دلیل آسیب کودکی مسئله هم هوش شما بهتون میگه اینا رو نگاه کن، هم عقل شما استدلال میکنه تو اون زمینه، اونو میشه دید. یعنی این کمی با توجه به شرایط شما هست. ضمناً اینکه خواهر کوچکتری داشتید که یه نوعی یه مسئولیتی دارید در شرایطی اون دانایی و توانایی رو نداشته باشید، یه زمینه‌ای برای انگزایتی و استراب در شما به وجود میاره و بازم به همین دلیله که بعد از یک فرزند به هر حال به گونه‌ای متوقف شدید و قبل از اون نگران این بودید که مبادا پسر نباشه. حالا که شده، بنابراین چه دلیل ناآگاه دیگرتون اینی که دست به همچین تجربه ای نمیخواید بزنید، گرچه گفتم اگه دلتون مقدر بچه دوم هم بیارید پسر باشه، همچنان تقریبا با یه احتمال نزدیک 90% ممکنه، حتی میشه 100%ش هم کرد اگر بخواید از پیشرفت‌های علمی استفاده کنید. به هر حال مسئله خاصی نیست، اصلا به موضوع اختلال شخصیت و اینای شما مرتبط نیست. حالا اگر یه چیزای دیگه فکر کردید یا بعد از اینکه مثلا اگر همسرتون گفتگوی من شما رو شنید بهتون یه چیزای دیگه بگید، فکر کردید یه مسئله هست مطرح کنید، ولی به نظر من فعلا همون سینگل فوبیا، اسپسیفیک فوبیا، یه حراس ساده است که بعضیا نسبت به سگ دارن یا گربه یا هواپیما، شما اینو نسبت به این موضوع دارید و میتونیدم به راحتی از اختش بر بیه تو حلش کنید. ولی به هر حال من به پایان وقتم و برنامه هم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.